خب، چایی خیلی خوشبو، خوشتم. من اومدم یه چیزی درست کردم، ولی ابتکاری، بعدم خیلی هم خوشمزه شد. خب حالا براتون نشونم میدم. بذاریم از اینجا یه دونم چیز بیارم، چند بار بیارم. من یه فرنی آورده بود، آرد برنج بود. آرد برنج رو با تخم و مرغ و آب و شیر نارگیل که داشتم قاطی کردم، گفتم به صورت خاگینه بذارم، یکم هم از این پودرای این شیرینی که خورده برام از هلند آورده بودم، از اینا باسلوغ ماسلوغ چی خویه اسمی داره، این پودر قنداش اینجوری جمع شده بود توی، میبینی پودر قنداش، بعدش پودر قنداش هم ریختم اینجا. خب زود برداشتم، شکلش یه ذره خوشگل نشد ولی مزهش خیلی خوب شد. حالا یه ذره کوچیکش کنیم. اسمش لکومه، لکوم. البته شیرینی زیاد نیست، بذار یه ذره، انقدر از این شیر نارگیله مونده، بعد چقدرم خوشمزه است. ارگانیک هم هست، ارگانیک بیو، با این درست کردم دیگه. به جای شیر، شیر نارگیل ریختم. گفتم خب شیر شیره دیگه. حالا به جای آرد برنج که داشتم ریختم، به جای شکرم این پودرایی که اضافه مونده بود ریختم، یکم هم زردچوبه ریختم. توی یه لحظه، گرم میشه. من هم اینم برسم یکم روش. مربای توت فرنگی بدون شکر، بدون شکر، ببینیم بدون شکر. حالا ببینیم از چی استفاده کردم. روشم باز روی اینم نوشتم بیو میو. خاگینه است، خاگینه من در آوردی. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، من یه بار میخواستم فسنجون درست کنم، تازه اومده بودم اینجا، بعدم گردو دیدم خیلی گردو گرونه، بادوم زمینی ارزون بود، گفتم یه چیزی کتاب بچه هارم داشتم میخوندم از کتابخونه های آلمانی، اون موقع تازه اومده بودم، هی میخواستم کتاب بگیرم، کتاب بخونم، یه ذره آلمانیم بهتر بشه. بعد دیدم اینا از اردنوس یا همون بادوم زمینی یه غذایی درست میکنن که مثل همین سس گردو میشه. من اومدم گفتم خب من به جای گردو خوب از چیز استفاده کنم، اینم نوسه اونم نوسه دیگه، نوس یعنی همون دونه، نمیدونم مثل گردو، نمیدونم فندق
یا بادام زمینی و اینا. بعد اومدم بادام زمینی چون ارزون بود اینو آردش کردم، فسنجون درست کردم، انقدر خوشمزه شده بود. هر کی میخوام میگو چقدر خوشمزه، گفتم حدس بزن با چی درست کردم، با هیچ گردو نریختم. گفتم وای مگه فسنجون بدون گردو هم میشه؟ گفتم همه چی بدون همه چی میشه بابا، همه چی بدون همه چی میشه. نه نه نه، موس با نوس فرق میکنه. وای نونا چه چاییه، یه دونه برای من آورده بود یه دونه برای نوری. خیلی خوش طعمه. خب اینم خیلی جالب شد. در واقع حالا چیکار کنیم که به دستمون هم خیلی نخوره؟ سالاد اینا فردا. امروز قرار بود با اون دوست من کرده بریم رستوران. دیشب گفتش که شفشون برای امروزش برنامه داده، سه شنبه چهارشنبه میاد. گفتم بیا اتفاقا بهتر. حالا یکی از بچه ها دیروز به من گفت زیبا منم سبک زندگی مثل تو شده، چیزی نمیخرم. گفتم اصلا تا موقعی که یه چیزی تموم نشده هیچی نخر. بعد میبینید توی اون کمدی یه چیزی داری، من الان مثلا سالاد و اینجور چیزا. بعد گفتم خب پیاز که دارم، نمیدونم ریحون که دارم، تو فریزر نمیدونم پوره دارم، قوره دارم، نمیدونم. دیروزم داشتم میرفتم توی پیاده روی کلی گردو، چی میگم گردو چیه؟ انگور توی هم خوردم. گفتم ما اگر از این سیستم خوردن ها بیایم بیرون، میگفت انقدر راحت شدم که اصلا به نهار فکر نمی کنم، به شام فکر نمی کنم. گفتم میبینی بار ذهنی از خود اون غذا درست کردن برای شما سخت تره. بعد گفت میبینم یه دفعه میبینم تو خونه یه سیب دارم، یه گلابی دارم، دو سه تا گردو دارم، یه دونه یه تیکه نون خوش دارم. گفتم خب دیدی با همینا کی فکر میکرد من با این آرد برنجی که برام آورده بودن، هی با خودم گفتم با این آرد برنج من چی درست کنم که شیر زیاد ندارم. دارم ولی زیاد نبود که به خاطر اینکه اینو درست کنم. لاغر شدم نمیدونم، خودم هیچ حس خاصی نمیکنم. مهمون بیاد خودش یه چیزی درست میکنه دیگه. مهمون بیاد خودش، مثلا مهمونای من میگن زیبا. الان
سیاوش گفته زیبا تو هیچ کار نمی کنی، من میخوام بیام. حالا روزشو تعیین نکرد، حالا کی بیاد نمیدونم، حالا اون روزی که میخواد. گفت خودم میارم باقالی پلو. گفتم میخوای برنجش از من باشه؟ گفت اونم نه. گفتم باش. گفت تو بشین با لایف بذار و فلان کن، منم غذا درست میکنم. گفتم چه خوب چه خوب چه خوب. بچه داشتم این کار نمیکنم. خب یکی از دلایلی که من دو تا بچه بزرگ کردم دیگه، پسر خوندم محمد، وقتی غذا بود مادر با شوهرمون همیشه، مادر شوهرم همیشه غذا درست میکرد، خب غذاهای ساده، اونم خیلی خوب. بعد این غذا دوست نداشت، میگفت من میوه میخوام بخورم. منم گفتم خب نخور، بیا برو میوه بخور چه بهتر. غذا نمیخوام. یه بار یکی از فامیلامون، فامیلای جمال، آش نظری اینا میدادن، بعد میخواستیم بریم مثلا آش نظری بخوریم اینا. محمد برگشت گفت این همه را بریم برای یه آش؟ دیدیم این بچه بهتر میفهمه. شما بچه رو اینجوری بار بیارید، هرچی دوست داری برو بخور، هرچی دوست داری خودت درست کن. غذا نخوردی، فلان نکردی، وای میمیری، وای گشنت میشه، وای فلان، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. بچه هایی که بدون پدر مادر بزرگ میشن قوی تره. بچه ای که بره، دیدید بچه های کوچیکی که تو جنگل بزرگ شدن، مثل تارزان مثلا، چون ترس بهشون یاد داده نشده. الان داری میخوای بفرستی مثلا فرا، وای برو میدوزدنه. الان ما دیروز دعوا داشتیم، دعوا که همه بحث و گفتگو در رابطه با بچه 11 ساله، دختر 11 ساله محمد می بود. دختر حتی سینه‌اش در اومده، دختر بزرگ، تا سوپری نمیذارم بره، تا خونه نمیدونم خالش نمیذاره بمونه. فکر میکنه افتخاره بچه رو ببو بار میاری؟ من دختر 5 سالم رو درس میخوندم، دختر خوندم دیگه، بشخواب بعدی دختر خوندم. من چون مشهد درس میخوندم، بعد خونمون تهران بود دیگه، راه هم دور 16 ساعت باید با این اتوبوس های قدیمی و کهنه و ارزون میرفتم، هر دو هفته میموندم اینجا، باز دوباره دو هفته میرفتم اونجا. خیلی سخت بود اون شرایط، ولی خب گذروندیم. بعد یه بار خیلی من فاطمه را دوست داشتم، بعد الان اسمشو کرده سارا، الان همون چیز هم اسمشو کرده شیرین، همون حزب‌اللهی اینجوری خانم چیه زهرا، اسمشو کرده شیرین. زهرا که زن فانی بوده، معاون وزیر. خوبه زن آقای رئیسی هم بده اسمشو عوض کنه دیگه. خواهر شوهر من
اینا خانواده شهید و شوهرش اونور نگاه کن و نمیدونم اصلا حزب اللهی های شدید که مسئولین مملکتی اینا. حالا من میرم تو وسطشون. به نظر من خیلی خوشمزه شدم. بعد دلم برای فاطمه تنگ شده بود، گفتم جمال فاطمه میای با فاطمه رو بیاری، من یه امتحان دارم خیلی سخته نمیخوام بیام اونجا، فقط بیاید اینجا من شما برم دانشگاه بعد بیام شما رو ببینم. گفت نه من کار دارم و اینا. گفتم پس فاطمه رو بفرست. گفت دختر 5 ساله رو من بفرستم چه جوری؟ گفتم تو برو با یه ماه مهماندار صحبت کن، اون بهش بگو که فاطمه رو باش دوست کن، خیلی اجتماعیه فاطمه، دختر من بود دیگه. گفتم 6 سالش اینا بود فکر کنم، مدرسه فکر کنم نمیرفتم. بعد اینو میره میگه که اول مخالفت میخواست بکنه، گفتم جمال بالاخره قبول کرد، رفت با یکی از دوستاش صحبت میکنه که برادرش مهماندار بود، مهماندار هواپیما بود تهران مشهد. بعدش اینو چیز میکنه میذار میسپره به اون، اونم که منو نمیشناخت اون دوست و مهمان داره، فقط میبرتش با مواظبش بوده تو قطار تو هواپیما. بعد از هواپیما که میاد پایین فاطمه یه دست شب یه گل کوچولو و فلان اینا، حالا اون برای من گل آورد. فکر کنم مهمان داره بهش داده بود، با اون موهای صافش و اینا از پلا میاد پایی من میگیرمش دم اونجایی که مسافرا پیاده میشه. با همه آشنا شده بود. یه دفعه من میرفتم کلاس اینو میذاشتم با باغبونه دوست بشه، باغبونه کوچه، باغبونه دانشگاه. می اومدم میگو مامان انقدر خوش گذاشت با این باغبونه، بعد یه بار دیدم که نیستش، کجا رفته؟ با پسرای دانشگاه دوست شده، اینو بچه ها بردنش کافتریا، کلی براش نمیدم چی خریدن و هی بچه هم گفتن نگرانش نیستی. گفتم اصلا کبوتر جلده میاد خودش. بعد اومد دیدم یه پسر رو بهش یه نامه دادم، انقدر این دختر رو من مستقل بارا برده بودم از دم بولوار آسیا که خونه ما تو تهران بود، خونه یعنی جمالینا، من که هیچوقت خونه نداشتم، یه خونه هم به من دادم بعد از فارغ التحصیلیم بابام داد، طولی نکشید که مصادره شد، یعنی بابام مصادره کردم. وکالت بهش دادم، بعدش دیگه فوچ اب نداره، خودش داده بود و خودش گرفت. ما به شما جان داده ایم و جان شما را میگیریم، ما به شما عمر داده ایم و عمر شما را میگیریم، ما به شما مطب دادیم و مطب به شما را میگیریم. ما هم گفتیم باشه بریم، هم بهتر که چیزی نداشته باشم فکرم راحت بشه. سیر شدم، چقدر کرفتیک بود.
مقوی علی بود. سیر شدم. از عجایب است، از عجایب است، از عجایب است. اشکال نداره چای میخوریم. از عجایب است. اینم نمیخوریم چون غلیظه. اینم درشو میبندیم. مرسی سلطا. چند روزه همینطور داریم، ما همینطور از تو میخوریم بیه سلطا. سلطان یه روز ما رو مهمون کردی به قرمه سبزی و فضای قشنگ و دریا و اسکله و مزرعه و خواب خوب و نمیدونم دوستان خوب و دوچرخ سواری و بعد کلی هم این همه چیز میز به ما دادی، هنوزم داره تموم نشده. مرسی دیگه، ما دوباره میایم پیشت. خب ما الان درباره داشتم اینو میگفتم، از دم کلاس زبان گذاشته بودم، ثبت نامش کرده بودم فاطمه رو، بعد خیاب میدون آریا شهر بود. الان چی شده؟ فکر کنم شده صادقیه مادقیه از این رو چیز میزن. بعد این از شهر زیبا بولوار آسیا، از اونجا سوار مینی بوس میشد میرفت به کلاس. گفته بودم هیچ اتفاقی نمیافته. به دختره گفتم که به این دختره زهرا که دختره میبود بود، گفتم تالا دوز دیدی؟ گفت نه. گفتم تالا دیو دیدی؟ گفت نه. گفتم تالا جن دیدی؟ گفت نه. گفتم تا حالا جهنم رفتی؟ گفت نه. گفتم ولی چیه؟ یه عمر داری ازش میترسی، یه عمر داری ازشون میترسی، اصلا نمیدونی دوز کیه. بابا دوز خود ماهاییم دیگه. من خودم سردسته دوزم، من خودم سردسته دوزم. اگه میخواین دوز ببینید بفرما من رو ببینید، من خودم هم دوزی کردم. دوز کیه؟ از کجا اومده؟ از مریخ اومده؟ جن چیه؟ یک چیزی دیو چیه؟ همینطور میخواییم بترسونیم بچه ها رو؟ خواهر من بچه شد 9 سالش بود، فرستاد برای 3 ماه تو کانادا از آلمان، تو از آلمان. تو هواپیما هم یه پسر دیدن، یه پدر و مادر و فلان اینا نداره، یه مرده گولش 150 مارکش ازش گرفت. بازم ما بهش گفتیم که چیه، تجربه است دیگه. یعنی خواهرم بهش گفت نگران نباش، پولت رفت اشکال نداره. و تازه پولشو دزدید مرده با کلک، تازه فهمید که دزدم کیه دیگه، اومده پول رو دزدید رفته. حالا مثلا چون زهرا چاقه تو رو میدزدن چیه؟ مگه اصلا مسخره، مسخره. دختره میگه من خودم بلدم مدرسه برم، بابایه میخواد پول موتور بگیره اینو پشتشه، خودش نمیدونم 100 و چند کیلو، دخترانم اینجوری بعد تو موتور با خود موتور ببره که دختران حفظش کنی. چی مگه میخواست دختره رو خراب کنه چون خودش خراب. 100 سال به این خرابا دیگه، 100 سال به این خرابا. دختره خراب بشه چی میشه؟ خراب، خراب. اصلا میدونی خراب یعنی چی؟ حالا این مثلا فرض کنید یه نمیدونم یه میوه خراب شده، چی خراب یعنی چی آخه؟ تو خراب، خراب، زن خراب چیه؟ زن خراب همونیه که به خاطر پول شوهرش، به خاطر نمیدونم خونه شوهرش، یه عمر
خودشو بدبخت میکنه و تحمل میکنه. حالا بچه دارم، فلان دارم، زن خراب اینه دیگه، از درون خراب شده. نه اونی که دلش میخواد میره با هر کسی، اگه کسی میره با هر کسی که دلش میخواد میخوابه نوش جونش، بره بخواب. اگه خراب بودم به خوابیدم با کسی دیگه است. آقا مشکل ماها چی آخه؟ اون دوست داره، اونم دوست داره، خب برم بخواب. مشکل ما چی؟ شد خراب چون رفته با هم خوابیدن؟ چون با هم لذت بردن؟ حالا همین اگر چیز باشه در راه نمیدونم یکی بره انکهتم انکهتم و نمیدونم قبل تو و مبل تو بخونه، جهاد در راه چی میشه؟ اگه بره یک ساعت مثلا صیغه یه مرد عراقی بشه که نمیدونم از چی اومده بره نمیدونم زیارت، نیازش برآورده بشه، خراب نیست و در راه خوده. جهاده جهاده جهاد. دختر مستقل بلند شو خودش مدرسه بره، بتونه هر کاری که دوست داره بکنه، بره این ور اون ور، شب نمون خونه خالت نمون که مثلا لای پنبه میخواید بزرگ بکنید دیگه، بکنید. چی میشه؟ نهایتا دختره فرار میکنه، دختره آگاه. این دور زمونه همه دارن آگاه میشه، این دور زمونه مرغا از قفس پریده، مرغا از قفس پریده. ماهیگیری یاد بدید بهشون، یاد بدید چطوری در مقابل تمام مسائل بتونم باشون خوب کنار بیام. صبح بخیر باش. بچه خودم بودن دیگه، 7 سال من اونا رو بزرگ کردم، این کارو کردم، سوار هواپیماش کردم مستقلشه. چون از تو شکم من در نیومده حسی نداشتم. حالا میدین چیه؟ همسایه ها، دخترهای همسایه به فاطمه میگفتن کاش ما نامادری تو مثل مادرای ما، مثل نامادری تو بودن، کاش نامادری تو مادر من بود. حالا یه داستانی رو به شما بگم، تو کتاب زینب هستش. آیا تو این کتاب من با یه خانواده دوست شده بودم، 7 تا بچه 6 تا بچه داشت. اول مرده با من دوست شده بود، گفتم منو با زنت آشنا کن. زنش اول خیلی تعجب میکرد و او یه زن تنها نمیدونم دانشجو تحصیل کرده ماشین داره نمیدونم چی داره. حالا اون موقع ماشینم نداشتم، فکر کنم ماشینم تو مشهد ماشین نداشتم، نه تو مشهد، این داستان که میگم مشهد، تهران ماشین داشتم. بعد منو که آشنا میکنه، این بچه هاش عاشق من میشه. بچه بعدن این بزرگ میشه، بزرگ میشه اینا منو پیدا میکنن، تو این کتاب نمیشه. وای ولی من ناراحت شدم، این جریان رو شنیدم ناراحت شدم وقتی این تعریف کرد. الیا، دختر بزرگه الیا بود. خب دختر بزرگه با من خیلی میمد بیرون، بعد باباش اول اجازه نمیداد، ولی بعد حالا سب کنید رو این عکسش پیدا کنم، بزرگ شد، الان خودش 2 تا بچه داره. این البته داستان مال اینو کی نوشتم، 10-12 سال پیش. حالا حالا اگه پیداش کردم، آخرای چیز ایناست. ببینیم خانواده داوودیان، داوودیان طرفای به سمت بهشت زهرا، اون از میدون تقی‌آباد بود به سمت شرق، به سمت بهشت زهرا خونهشون بود. حالا من اونجا مدت زندگی کردم باش. اینا با خانواده آقای عربی همیشه میگفتن این بیاد پیش ما، این بیاد پیش ما. حالا من بیشتر با خونه آقای عربی بودم، ولی خونه اینا هم خیلی خوابیده بودم. زنه بعدن خیلی رباب با من خیلی دوست میشه، عکسش هم اینجا بود.
بعد دختر بزرگ میشه، الیا بزرگ میشه، بعدا از طریق یاهو مسنجر و فلان و اینا منو پیدا میکنه. بعد یه روز ما از اسکایپ داشتیم با هم حرف میزدیم، ازدواج کرده، خوش دوتا بچه. گفت زینب، اون موقع به من زینب میگفتن، میخوام یه چیزی رو بهت بگم. ما بچه ها انقدر تو دوست داشتیم، 6 تا بچه. این داستان خیلی تلخه، از این یعنی یه حقیقت برای بچه ها رو میخوام بگم. من گفت ما 6 تا بچه میرفتیم تو اتاق با هم دیگه دستمون رو دعا بلند میکردیم، گفتیم خدایا مامان ما رو یه کاری بکن بمیره، بابای ما فکر که اگه اون بمیره مثلا باباش منو میگیره. نمیدونستن که ما اصلا خودم اهل ازدواج نمیستم. بابای ما بیا زینب رو بگیره مامان ما بشه. این گفتم واقعا اینو تو این کتاب نوشتم؟ گفت آره، انقدر ما تو رو دوست داشتیم. بابا الان چی میگی که بچه خودت نبود؟ مادر الان مادر حنانه، ببین چه بلایی سرش داره میاره. مادر بچه خودش اگه باشه اینجوریه. به این مسئله میگن عشق میمونی. عشق میمونی، میمون اونجوری میگیره. چرا آلمانیا این اصطلاح تو روانشناسی است؟ عشق میمونی یعنی از محبت زیاد شما از محبت بیمارگونه طرف رو خفه میکنی. سرما میخوری، نره بیرون، هوا سرده، وای تاریکه، وای تاریکه خیلی بده، وای گرمه زده میشه، گرسنه، بخور یه چیزی مریض نشی، وای اون غذا سرده، اون غذا گرمه، اون غذا فلانه، اون نسال میگیری، یه بوست میگیری، اینجا نرو دوست رو میگیره، اونجا نرو نمیدونم مرده تو رو میگیره تو کیسه میکنه، اونجا میاد نرو فلان، آخرم تو رو ترس. از سرما میترسیم، از گرما میترسیم، از هوا میترسیم، از باد میترسیم. همون رفته وای سرتو ببند، نمیدونم گلوتو ببند، فلان کن. همه سیستم ایمنی افتضاح، ضعیف، همه رو چیکار کردن؟ از محبت، اسمشم میذارن محبت، طرف میگه بابا من نمیخوام این محبت رو، نمیخوام، من نگرانتم، من آقا من نمیخوام چی کار کنم که تو به من محبت نکنی؟ چی کار کنم تو منو دوست نداشته باشی؟ عشق میمونی بهش میگن افندیبه، یعنی شما از روی محبت زیادی طرف رو خفه میکنی. عشق آزاد اینه اون کاری که تو دوست داری رو بکن، من نظرم رو میگم اما تصمیم رو خودت بگیر. سهر تعریف میکرد که تا مدت ها اصلا از این که از چراغ قرمزم رد بشه، یه دختر بزرگ بود دیگه، اصلا بعدن هم میام بیا تو ببرمت پیش روانشناس، بیا ببرمت پیش روانشناس، روانشناس با تو سر روانشناس هم چیکار میکنه؟ حرفای پدر مادرها رو در یه شکل قشنگتر یه ذره بلومیکش کرده، گل داده بهش، دکوراسیون داده بهش، همونا رو حقنه میخواد بکنه. این میشه حرفای روانشناس. قرص بده، فلان بده، مشکل داره. مثلا فرض کن الان دختر رفته موشو کچل میخوای بکنی، بکن. میخوای با یه پسره حرف بزنی، بابا یه پسره دم ماشین، اون یکی ماشین، من بچه نمیدونم 7-8 ساله بودم تو ماشین نشسته بودیم، یه پسره تو ماشین دیگه مثلا 15-16 ساله مثل که یه نگاهی به من میکنه، یا حالا یه نمیدونم بوسی میفرستی یا چی کاری میکنه چی، من یه دفعه دیدم بابام ترمز کرده داد بیداد و فلان. این البته بابای من الان دیگه این کارا رو سال هاست، خودش میگفت دیگه من اگر 20 سال پیش
میگفت من این افکاری که الان دارم اگه قبلا داشتم هیچ وقت این کارا رو نمیکردم. بابا مردم عوض شدم، مردم عوض شدم. غیرت مثلا مامان من دم بابا ما داره میکشه، بعد دیدم بابا هم به من چپ چپ نگاه کرد هم به اون که خوار مادر نداری فلان که چی، حالا یه پسر یه دونه از اون پشت شیشه یه چیزی کرد، بعد میگفت تو بازه بکن. بچه بودیم، بچه 5-6 ساله، فکر میکردیم مثلا فرض کن ما اصلا قسمت پایینمون یا توی اصلا آرزوم این بود که سینه هم در نیاد، از سینه متنفر بود. اونا همه اینا رو تو کتاب سیبا دوران کودکی نوشتم دیگه. اینا چیه؟ تربیت هاست دیگه، باید و نباید هاست دیگه. مثلا این مادر بچه خودمه، خیلی موزه بشم هستم بچه خودمه، از تو شکمم در اومده، همون از تو شکمت در اومده که داری اینجوری بلا سرش میاری دیگه، چون بلاهای خودت رو داری فرافکنی میکنی، اون عقده هایی که تو داری باید رو بچت خالی کنی. بچه خودمه، آدم تو مادر نشدی. چه بهتر که مادر نشدم، همون بهتر مادر میشدم مثل شما، هم خودم عذاب میدادم هم دیگری رو. پلم پلم بارمانی میگم پلم پلم. دایی من یه حرف خیلی جالبی میزد، میگفت دو تا جنایت کردم اونم دو تا بچه از به دنیا بود. عقب الان این همه میدونه آلمان، شما نگاه کنی اکثر کسایی که بچه بیارن خارجی ها. آلمان ها میگه باشه بیارید، بیارید بذارید نسل همین دویچه نه مثلا فرض کن که طبعه آلمان زیاد بشه، حالا همشون یا ترکه یا نمیده، چقدر ترک پذیرفت بعد از این جریانات نمیدونم اردوانه چه اردوان نردوان، بعدش نمیدونم چقدر نمیدونم. باز اوکراینی ها این کار زیاد نمی کن، اوکراینی ها باز یه ذره مدرن هرم، تمام اون عرب مربا سیاه میاهایی که دا اومدن، کسایی که از به خصوص امت اسلامی، بچه بیار اسلام زیاد بشه، بچه زیاد بشه، فردا شهید زیاد بشه در راه خدا، شهید بشه دیگه. یه برنامه تلویزیونی دیدم خیلی جالب، میگه آه بچه کوچیک اینجوری نشسته برنامه تلویزیونی ایران، من که نگاه نمی کنم برای من فرستاده بودم، بچه کوچیک میگه آرزوت درباره بابا چیه؟ میگه شهید بشه. میگه آرزوت در رابطه با برادرش، برادرش هم به دنیا نیومده، تو سونوگرافی فهمیده بودن بچه پسر میشه، نیومده، آرزوی شهادت داره بهش میکنه. خب فردا این هم دیگه خودش هم مین میبند، چی میگن دینامیت میبنده میذاره میره در راه خدا شهید بشه دیگه. بشید 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 بشید. الان جنگ جهانی سوم، جنگ جهانی سوم که بوده، حالا جنگ جهانی بعدی منتظرش باشید و خیلی هم خوب منتظرش باشید، خیلی جالبه. این نسل انسان اینطوری با آگاهی تغییر نمیکنه، یه جریانی مثل کرونا باید بیاد زیر و رو کنه طبیعت، یه جریان تمام این منیت ها من ها اینجوری درست نمیشه، ولی طبیعت خودش میدونه چیکار کنه، طبیعت خودش میدونه چیکار کنه. و انسان ها بالاخره همین کسایی که دارن هی مبارزه میکنن خودشون هم بالاخره با دستای خودشون گور خودشون رو میکنن، چه برای این ور جنگ چه برای اون ور، اون ور میکشه این ور میکشه اون ور میکشه، بالاخره این نسل از بین این نسل ها بالاخره یه نسلی به وجود میاد که یه مقدار
فراتر از این چیزای رایج فکر کنم. حالا تو این فاصله سوالاتتون رو ببینیم چیز. تو فاز پیامبری همتون پیامبرید دیگه، همتون پیامبرید. پیامبر که از کجاست؟ پیامبر از آسمون اومده، از مریخ اومده، از یک سیاره از اینجا اومده. اتفاقا ما تو بیمارستان که بودیم، بیمارستان روانی که بودیم، انقدر کسایی بودن که ادعای امام زمانی، ادعای مسیح، ادعای فلان. منم گفتم هستید دیگه، هستید. کی گفت؟ آخ مثلا فکر می‌کنم مسیح کی بوده؟ مسیح کی بوده؟ یه آدم مثل شما بوده دیگه. همتون، همه پیامبرید، همه خدایید، همه فلانید. اگه از این مراحل بگذرید تازه میفهمید که بابایید هیچ کسی یه آدم خیلی برجسته و خاصی نیست. هیچ کسی. همون داستان کرمه، کرماست دیگه، کرمای خاکی که موسی یه بار داشت میگذشت، گفت دید دیگه صد عالم هزار تا کرم دارن میلولن توی جوبی. از دلش گذشت گفت خدایا اینا چیه که آفریدی؟ از دلش گذشت. بعد که رسید به محلی که با خدا حرف بزنه، اونجا تا خواست حرف بزنه خدا گفت یه بار از ذهنت گذشت که اینا چیه من آفریدم؟ اینا از صبح کله منو کندن که این مرتیکه بدقواره چیه که آفریدی؟ همشو کله منو کندن که این چیه آفرید؟ هر کسی از دید خودش که نگاه بکنید فکر میکنم یکی خیلی چیز خاصیه. گردنبند من خیلی خوشگله. آره گردنبند من از اصله که حالا ما رو بلاک کرده. آره دیگه همون حرف جالب رو در مورد پیامبر، همون کرمای خاکی درست زدم، خوب زدم. زیبا، خیلی خوشگلیم، مرسی. یه دونه من استوری گذاشتم، حالا اینو امروز پستش میکنم. جرأت کنیم زشت باشیم. انقدر خوش آمد از رومن رولا. یه مدت من گفتم چرا من همش دوست دارم زشت باشم، بعد یه اصلا تمایلی به زشتا پیدا میکردم و یه دفعه میگفتم مثلا من عکس زشت خودم هم خیلی دوست دارم از نظر مثلا اون نرمو. من گفتم آقا کی گفته خوشگلی و زشتی و کی گفته خوشگلی و زشتی؟ همون چیزی که یکی میگه زشته از دیدگاه کسی دیگه خوشگل. خیلی از اعتقاداتت خوشم میاد. فردا کدوم رستوران میری؟ حالا که بابا این انقدر هر وقت من اومدم با این حرف بزنم، ببینید بچه ها، این اینایی که میرن سر کار، اینا تا آخر شب چون تو رستوران اینا کار میکنن، مثلا ساعت 2 اینا میرن تا ساعت 11-12. منم 10:30 مدتیه که 10:30 دیگه 10:30 یعنی وقت 12 به وقت ایران آفلاین میشم با هیچ کسی هم. و یه ساعت قبل از اونم تون 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 خیلی از کارام انجام میدم، نه با کسی حرف میزنم نه فیلم. قبل از اون چرا؟ الان من به این سربات یه اسمش هم اینجوریه، سوارات اسم کردیه، نمیدونم، حالا فردا دقت میکنم. بعد گفتم خب بذار تعطیل شو با هم حرف میزنیم، بعدش تعیین میکنیم کجا بریم با هم صحبت میکنیم بهتونم میگم.
راز زیبایی زیبا بی تفاوت بودن. اتفاقا از یه کسی پرسیدن که از یه زن 100 ساله‌ای که این راز شادابی و نشاط و زیبایی شما در چیه؟ گفت بحث نمی کنم. الان یکی مثلا میگه زیبا میدونی خیلی پیر شدی، ما میگیم مرسی برای اطلاع رسانی شما، متشکر. یکی میگه نمیدونم گاوی، ما میگیم مرسی 100 سال به این که ما گاو باشیم که اصلا ما را هم بپرستن. میدونی چند میلیارد آدم، یه میلیارد، چند میلیون، ملی نزدیک میلیارد گاو رو میپرستن. ما گاو باشیم خیلی خوبه. یکی میاد نمیدونم ساعت در حرفی میزنه، ما میبینیم که چیه، یه بخشی از حقیقت هستم. میگه آی تو نمیدونم خرابی. خب ما دیگه خیلی از چیزایی من مثلا یه دندونه مثلا ممکنه خراب داشته باشم، یه دونه نمیدونم چی خراب داشته باشم. حالا من بشینم با این سر اصطلاحاتی که اصلا تو مغزش کردم باش بحث کنم؟ ما میگیم هر چی شما میگید درسته، 100 برابرش کنی. شما فکر میکنیم مثلا این لایوایی که برای علیه من میذارن شما ما میبینیم؟ اصلا ما خوشحالیم از اینکه اینا میذارن، ما خوشحالیم از اینکه اینا میذارن. خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، بازم خوبه، پس حتما اونا یه چیزی رو گفتن که اینا خوششون اومده. دیروز یه کسی از یه تیکه‌ای از یه چیزی رو فرستادن که یکی میگه وای این توی زندان چی کارا کرده. خب بابا یه دونه حمید نوری یه کاری کرده بود، حالا این همه بر الهش شکایت کردن. خب همه اینایی که اپوزیسیون هستن تو زندان بودن با من، خب بیان بر اله منم شکایت کنن. آدرس من مشخص، موقعیت من مشخص، کتابای من مشخص. آه ما جنایتکار بودیم دیگه. خب آماده ایم برای اینکه در این اروپا به دادگاه بریم به همین راحتی. الان من بیام با اینا بحث کنم، چرا به من اینو میگی، چرا اینو میگی؟ میگن تو نمیدونم زیره نمیدونم 100 تا مرد خوابیدی. میگم بابا 100 تا چرا کمش میکنید، بکنید 1000 تا. حالا مثلا چه چیزی برای شما چیز کرد 1000 تا رو بکنید 100 هزار تا، حالا چی شده، چه مسئله ای شده؟ شما که تو بهش میخواییم برید لحظه به لحظه برید زیر هر مردی دیگه. حالا ما سالی یه بار یه حسی بیدار شده، خودمون به اون فرد گفتیم آقا ما میخواییم با شما رو با شما یه ارتباطی برقرار کنیم. الان هم اگر یه همچین اتفاق بیفته معلومه که ما این کار رو میکنیم. حالا شما فکر کرده حالا به خاطر اینکه یکی بگه خرابی، من بیام اون لذتی که میخوام حالا بعد از یه عمری از این مثلا از این چای لذت ببرم، از بودن با اون لذت ببرم، از گرفتن دستش لذت ببرم، به خاطر یه حرف شما خودمو فدا کنم؟ مگه احمقم؟ یه مدتی اون تحت تاثیر اون اوایل بچه بودیم، اینا قرار گرفتیم تحت تاثیر قرار گرفتیم، با یه مدت ترسیدیم اینو نگو میام میگیرنت، اونو اون حرفو نزن نمیدونم بیام فلان میکنم. بعد از این مدت فهمیدیم بابا همش برای بستن ما بوده. من از مدرسه خودم فرار کردم، بودم بابا این جنوب شهری که میگن کجاست، برم جنوب شهر رو ببینم یه بار، ببینم این جنوب شهری که میگن جای بده کجاست، بریم یه بار این فاحشه‌ای که میگن بده کی، بذار برم باشم. این توی همین کتاب من زینب با یه زن به نام زهرا فاحشه دوست میشه. خیلی زن جالبی بود، ما که تو بغلش، من که بغلش کم آوردم، اقرار میکنم کم آوردم، اصلا کارایی میکرد، حرفایی میزد. خب من ضعف خودم رو در مقابلش میدیدم دیگه، دست چپ اون رو سر من، کلی چیزام ازش یاد گرفتم، کلی چیزام ازش یاد گرفتم. شما فکر میکنید که این کسایی که یه قاچاقچی، چند تا قاچاقچی دوست شدم، اصلا فکر میکنم قاچاقچی ها چی هم. اومدم حالا خیلی دلم میخواد که من با چند تا قاچاقچی دوست بشم برم ببینم. حالا این کسی که الان یکی از بچه ها امروز صبح کل منو تهدید کرد، حالا بهش گفتم حالا قبل از اینکه یه بلای سر ما بیاری یه دعوتی بکن، حالا یه رستوران جایی. حالا ازش میترس، من واقعا میترسم اینو بهت بگم.
من میترسم، ولی همینو بهش گفتم، گفتم تو اومدی خونه ما رو یه بارم ما رو دعوت کن دیگه، بیای اینجا. گفت نه حالا خواهی دید نرن چی 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 چی، باز بیشتر من ترس. دنیا اینه دیگه. از سویلا و مینیکا چه خبر؟ از اون موقعی که جواب رد دادم به من، جواب رد که گفتم بمونه، بمونه برای یه وقت دیگه، سکوت، فاز سکوت. ولی با بهار حرف می زدم، با بهار خیلی ناراحت شده بود از دست سهیلا، گفت خیلی اصلا احساس بدی به من دست داد، کلمه یک کلمه بدترم به کار برد، گفت واقعا چندشم شد وقتی این حرف رو زد که درکشون میکنم، یعنی شهرزاد و با حرفای هومن و با شهرزاد رو شنیدم. حالا اینا هم بهار رو دوست دارم، حالا مسئله حل میشه. حالا اینا ماها یاد نگرفتیم که ما همش باید با یه کسی که دوست میشیم عزیزم قربونت برم چطوری چیکار میکنی فلان، بابا زندگی فرید و فروید و آیاکوخن نیست، صلح و شادی و تو تک تک مرغی نیست. یه موقعی هم هست میشه که شما دوتا حرفایی میزنی طرف خوشش نمیاد، خب خوشت نیمد بگو اوکی اینو میذارم تو کشوش، میزنی کل رابطه رو میخوای خراب کنی، پس رابطه خیلی بنیان نداشت دیگه. تنها کسی که همه هر حرفی رو میتونم به من بزنم فرداش دوباره بیان رابطه رو برقرار کنم منم دیگه. بهار یکی از دوستای مشترک منو با سویل و ملیکا بود. پدر مادر زنده هستن؟ بله دیگه، دیدید دیگه، مگه فیلمشو ندیدید که سوی سحر فرستاده بود؟ زیبا چه آرزویی داری الان؟ چه آرزویی دارم الان؟ سوال خوبیه. آرزوی الان به ذهنم نمیرسه، آرزو میکنم که هیچ وقت به هیچی فکر نکنم، مثل همین الان که فکر نکردم. چه آرزو، چه آرزوی برای آیان. بابا خودش داره میاد دیگه، هستی خودش داره میره، آنچه که باید پیش بیاد پیش بیاد. این آقایی که ما رو تهدید کرده گفته منتظر باشی بلایی میخواست سرت، حتما اگه اون بلایی میخواست سر من بیاد در این کائنات رقم خورده که سر من بیاد دیگه. خب بذار بیاد. ما حالا چه چیزی را چرا اینقدر مقاومت کنیم که بگیم؟ زیبا تو رو خیلی ها دوست دارن. آره میدونم. زیبا استرس داری؟ استرس دارم. استرس که کلن خیلی دارم. وقتی که یک کسی اینجوری منو تهدید میکنه من استرس میخوام نداشته باشم، ولی همین الان نه. اون لحظه من اتفاقا توی پیویش بهش گفتم مگه نمیدونه من ترسم، لطفا با آرام، ولی با این دفعه خیلی با آرامش حرف میزد نسبت به موقعی که من توی چیز بودم، توی لندن چی بودم، کجا بودم، هلند بودم. هلند دیگه بلاکش کردم، گفتم اول من باید به فکر مسافرتم باشم. مسافرتم که دیروزم یه کاری پیش اومده بود که دیر قبل از صبح این ترانه یه سری حرفایی دیدم داره میزنه، اولش گذاشتم تو آرشیف حدود 30 تا همینطور فقط عددا رو میدیدم. خوشبختانه منو امروز بلاک کرد که یه ذره فاصله بگیره، خوشم از گروه لفت داد، چون من گفتم که اولش صبحانه من مهمه، من اگر بیام الان حرفای اینا رو اینو ببینم ممکنه بیام توی لایو صبحانه که میخوام با شما صحبت کنم حس خوبی نداشته باشه.
همش فکرم بره. گفتم برای چی؟ من الان میخوام صبحانه، برام خیلی مهمتره و ارتباط با شما. بابا ما رو اینقدر تهدید میکنن که اینقدر تهدیدهای ما زیاده. وحید وحید هر جا میخواد بره بره، خوشحال میشه. اتفاقا وحید من الان دارم میبینم خیلی جاها، یه عکسی از وحید فرستادم برای من، داره تو استخر. یاد خودم افتادم با وحید که تو استخر رفته بودیم شنا میکردیم خونه مژگان. یکی از چیزایی که در رابطه با وحید خوشحالم اینه که اصلا نه دیگه به ترکیه، مثلا اون موقع همش منتظر بود 3 ماه تمام بشه بره پیش سیما، انگار از این ستون به اون ستون بود. الان یه استیبل شده، راحته. حالا اگرم خواست بره ترکیه دعوتش میکنن، وحید عزیزم بیا پیش ما، اون موقع شاید پول بلیتش هم بدن بره. این چقدر این کجا تا این که من مثلا الان برم از این که انقدر تحت فشارم، زیبا ناوکم فکرش باشه، ناراحتش باشه که آیا این رفت نرفت. الان رفته تو استخر، نمیدونم خونه زری با اون امیر عکسای فرستادن، قشنگ داره میخوره، قشنگ داره حالا دیگه سکسم میکنه، نوش جونش دیگه بهش خوب میرسن. خوبه دیگه، حتما یه چیزی دیدن ازش که بهش میرسن دیگه. الانم دعوتش میکنم بره یه جای دیگه. خوب بره، نه بشینه از صبح تا شب بره، مثلا فرض کنیم که چیه نمیدونم 2-3 ساعت نمیدونم خیاطی بکنه که دوتا شفش رئیسش بهش آخر بعد از کلی تشر و مشر و اینا بهش یه دونه چیز بده. نه بابا الان داره خوب زندگی میکنه، کیف میکنه دیگه، این خونه اون خونه، این غذا اون غذا، این برای چقدر زنهایی الان تنها هستن که آرزو دارن یه آدم مورد اعتماد بیاد خونهشون. خب اینم آدم مورد اعتماده دیگه، از نظر اینکه شما مالی بهش اعتماد بکنید. با من ارتباطش رو قطع کرده بود ولی سریع اون 50 تا هیچ وقت نیومد سر پول من، مثلا ناراحت شو مثل ترانه بیاد نمیدونم بره شرخر بگیره و بعد اسم اون شرخه. البته الان به همین نشم که با توجه به این که نمیدونم یه سری چیزا مشکوکه دیگه اونم. حالا به هر حال خوش بگذره، ببرنش این ور اون ور اصفهان، نمیدونم مشهد، ارومیه، نمیدونم تبریز. Why not؟ حتما یه چیزی میبینن که یه بچه کاریه، یه سری کارا انجام میده، یه سری برخوردا میکنه که خب اونای دیگه هم براش give and take. به نظر من خوشم میاد، خوشحالم از این که حس استیبلی میده، حس این که نه فکر زیباست، نه این که من آیا کار غلط بکنم. کار غلط هم میخواد بکنی بکن، هر غلطی دوست داره میکنه دیگه، هر غلطی دوست داره میکنه. این یعنی خود بودن. آقا میخوای قلیون بکشی بکش، میخوای مواد مخدر بکشی بکش، میخوای با زنها ارتباط داشته باشی داشته باش، میخوای نمیدونم تا موقعی که کسی ازت آزاری نمیبینه. خب الان توش آزاری ندیدن دیگه. با من که بود همش تهدید بود میکردن، ها کسی تهدیدش نمیکنه. خوبه دیگه، پس خوب شده از من جدا شده دیگه، به نفعشه دیگه. منم بودم جدا میشدم. بسیار خوب، خوشحالم، خوش بگذره بهش. دکتر دنیا خیلی خوشحال شدم رفته پیشش. قبلا هم میگفتش نه من حس خوبی ندارم. اون موقع من میگفتم بابا حالا یه ذره ارتباطی، یه ذره حالا ببین. مثلا این دفعه دیدم بدون این که من بگم اوی 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 مرحبا مرحبا مرحبا، very good very good very good. خب بچه رابطه رو چیز فرستاد دیگه، با وحید رابطه ندارم. مگه نمیدونید که خودش اومد با من ارتباط برقرار که اینا رو تعریف کرد؟ عکساش هست دیگه تو کانال، برید تو کانال ببینید عکساش هست، نمیدونم اسکریناش هست، از فیلم پیش زری رفتن هست، بعدش هم این که
دنیا فرستاد دیگه عکساشو از استخرینا، دنیا فرستاد دیگه، دنیا رفته بود اونجا دیگه، خودش هم اینا رو فرستاد دیگه، خودش هم اسکرینا رو گرفت دیگه. به هر حال یه رابطه مستقل، نه ادمین منه نه وابسته منه. بله جایی که دور همیایی هم که میذاره خوبه دیگه، نوش جانش و نوش جان این روابطی که باش هست. خب بچه ها بای بای، تا بعد یک ساعتمون تموم شد. بای بای.